سلام سلام رفقای گل، حالتون چطوره؟ مسعود پانیشر هستم و خوش اومدید به ویدیوی دیگه. خب رفقا، از اونجایی که متوجه شدین یه چند روزی من حدودا دارم با یه اکانت دیگه بازی میکنم که چند تای گان لژند، یعنی چند تایی که چی بگم، یه 20 25 تای گان لژند داره، نمیدونم 25 تا 21 22 تا، یه مقدار زیادی گان لژند داره. تامنیل این ویدیو رو هم احتمالاً زدم بهترین اکانت ایران، شاید همچین چیزی زده باشم در رابطه با تامنیل. حالا جلوتر بهتون میگم قضیه این چیه، ولی حالا از همه اینا بخوایم بگذاریم، توی این بازی من یه دوئل خیلی جالبی با یکی از بهترین پلیرهایی که ممکنه بشناسین دارم، یا ممکنم هست نشناسین. خیلی تو ویدیوهای خیلی از من، تو ویدیوهای من اسمشو شنیدین، تو ویدیوهای امین اسمشو شنیدین. این کسی هم نیست، کسی نیست به جز بلید، و پلیر فوق‌العاده خوبی هم هست. حالا بذارین جلوتر بهتون میگم. دقیقاً نگاه کنین، اومدم پلتفرم، فقط یه اسنایپ اومد دستم. نگاه این، به این تیر آخری نگاه نمیخوره بهش. به این تیر آخری اصلا امیدی نداشتم، ولی با اون تیر آخری زدمش. حالا چی؟ اصلا این، حالا این بازی، خب ما جلوی همکلنیای خودمون افتادیم، بلیدو گذاشتیم با بلیدو گذاشتیم، اصلا ولش کن، جلوتر خودتون میبینین. اصلا سه تا یار دختر گذاشتیم واسه بلید. قشنگ، یعنی قشنگ و چطوری بهتون بگم، یعنی قشنگ میخواستیم بزنیمش فقط. نه شوخی میکنم، عمدن اینطوری نکردیم، ولی توی اسکواد ضعیف، حدودن نسبتا میشه گفت ضعیف بلید افتاده بود، و آخر بازی هم حدودن یه 12 کیل زده بود. خب رفقا، میخواستم براتون بگم که حقیقتا این چند روزی که ویدیو براتون نمیذارم، حقیقتا اینه که حالا اگه استوریای اینستاگرامم رو نگاه کنین، دقت کنین، مقدار خیلی خیلی زیادی لگ دارم، یعنی شاید باورتون نشه که چقدر لگ دارم. شاید مثلا الان بگین آره میتنتی داره، خب خیلی مثلا گوشی خوبی و خیلی چیزه، ولی باورتون نمیشه که چقدر لگ دارم. و اصلا هم واقعا فقط نمیگم که مثلا هیچ چیزی نه، فقط اینو میگم که دلیل این که ویدیو نمیذارم این چند وقته چیه. دلیلش اینه که خیلی لگ دارم و نمیتونم بازی کنم. شاید میبینین که باهاتون کاستوم میذارم. حالا اگه لوتکس بود اون تیرش میخورد، نگاه کنید دو میخورد تو هوا نخورد. حالا یه قضیه هم دارن اینا، ولی آره زارا راست میگفت در مورد اینا، در مورد این کلن AMK واقعا چیتن و هکرن. حالا از همه اینا بگذاریم رفقا، این بازی خیلی سمه، یعنی نگاه کن، وایسا الان این قسمت تموم شد، این پلتفرم دیگه، اینو زدم و دیگه اینجا میریم، حالا بیاین ببینیم اینجا چه فایت هایی داریم، یعنی این قسمت ببینیم چه فایت هایی اینجا داریم. بکنین فقط اینجا نگاه کنین، فقط امینو نگاه کنین، ببین با چه سرعتی رفت بیرون، یه شات زد اومد تو، واقعا خیلی قشنگ بود، یعنی واقعا خیلی قشنگ بود. اینجوری میدونین چیه رفقا، امروز داشتیم صحبتشو با امین میکردیم، یه اسکوادی که چارتاشون HS باشن در هر صورتی که بخواین بگین خیلی نوبن، یعنی اصلا امکان وینشون خیلی کمه. یه اسکوادی که 4 نفر HS بکشن، میدین چرا دارم این حرف رو بهتون میزنم؟ چون HS اولا اکثرا حالا جدیدن داره باید بگی همه آیپد شدن، خب، ولی اکثرا موبایل پلیر هم. موبایل پلیر هر چقدر هم گوشید اوکی باشه، بازم لگ زیادی داری، خب حالا لگی داری، میدین چی دارم بهتون میگم. بعد برای فت زدن و برای خیلی از کارهای دیگه توانایش اینجا رو نگاه کنید، ببینید امین چه شاتی میزنه، نینجا شات، بوم. خیلی قشنگ بود. حالا اینو نگاه کنید، این همون بالتر، بوم، اون یکی هم ترکوندم. خب رفقا، برای این داشتم بهتون میگفتم در رابطه با اچش زدن، رفقا اچش زمانی خوبه که تو دو نفر اچش بزنن، یه نفر رایفل بزنن یه نفر اسنایپ بزنه. ببینید چی میگم، گان دوم اونایی هم که اسنایپ و رایفلن، یه SMG یه چیزی باشه، ببینید چی دارم بهتون میگم، 4 نفر HS بازی رو اصلا خراب میکنه، یعنی یه کاری میکنه که اصلا نتونین وین بکنین، خیلی چیز بدی. اینو روش حتما فکر کنین، و اینو من امروز با امین داشتیم بحثشو میکردیم، حالا واقعا این کارو نکنین، یعنی باز میشه بازی خودتون. حالا هی گفتم بلید بیا اینم بلید. بچه ها یه چیزی در رابطه با بازی بهتون بگم، هر چه قدم پلیر خوبی باشی، توی شرایط بدی قرار بگیری، ممکنه از نوبترین پلیر کال آف دیوتی موبایل
یعنی بخوریم. میدونی چی دارم بهتون میگم؟ یعنی ممکنه از نوبترین پلیر کال آف دیوتی موبایل تو بازی بخوری. خیلی حرفا، فقط به شرایط خیلی بستگی داره. اون شرایط هم خودتون میتونید برای خودتون بسازین که توی چه جور شرایطی بازی کنین. حالا جلوتر یه آموزشی بهتون میدم چطوری میتونین اسکواد هایی رو بزنین که های گراند گرفتن و خیلی ترای هارد دارن بازی میکنن، اصلا نمیذارن مثلا میدونی چی میگم، یه اسکواد چسبیده به همو چطوری بزنین. من آموزشش رو براتون میذارم جلوتر که دقیقاً چطوری باید با یه تیم خوب به چی میگن و اصلا چطوری باید بازی کنی برای وین گرفتن از اسکوادایی که ترای هارد دارن بازی میکنن. مخصوصا اون اینترپر رو دیدین چقدر سفید بودم؟ نگاه کنین، یعنی صدا پاشو شنیدم، اونم فهمید تگ برداشتم. نگاه کنین اچس هم هست، من زیاد نمیرم نزدیکش، خطشو میگیرم زارت یه دونه میزنم بهش میره لابی. فقط نگاه کنین الان جلوتر بهتون دقیقا میگم جلوی اسکوادهایی که اینطوری بازی میکنن، حالا تگا رو گذاشتیم بگیرن دوباره بیان، جلوی اسکوادهایی که ترای هارد بازی میکنن خیلی باید با ذهن خوبی بازی کنیم، چون اونا هیچی براشون مهم نیست. معمولا هم فقط چون اسم خاصی رو توی بازی میبینن، فقط انگیزه شون اینه اون یه نفر رو بزنن یا کلیپش کنن یا هر چیز دیگه. میدونی چی میگم؟ یعنی هیچی تو بازی براشون مهم نیست. اینجور آدمایی، اینجور پلیرهایی رو واقعا میدونی چه هیچ جوره نمیشه پیش بینی کرد، چون حاضرن حتی خودشون رو بکشتن بدن ولی اون یه نفری که مد نظرشونه رو بکشن. حالا بریم جلوتر، دقیقا اینجا اونجاییه که باید یه 4 نفر رفتن هایگرند گرفتن. فقط این تکنیکی که و این تاکتیکی که ما اینجا به کار میبریم برای راش دادن اینا رو دقت کنین و نگاه کنین و ببینین که چطوریه. رفقا در رابطه با اکانت هم که بهتون گفتم، حالا این اکانتی که الان من دارم استفاده میکنم، شاید اون شخصی که این اکانت رو داده دست من که روش بازی کنم خوشش نیاد که اسمشو ببرم، اسم اون شخص رو نمیبرم و دیگه یکی از دوستان منه و حالا میدین چی میگم و دیگه حالا دمشکم خدایی دمشکم خیلی کمکمه و این اکانتی که الان اومده دستم خیلی کمکم میکنه توی بازی و کیفیت ویدیوهام، خدایی دمشکم. خب الان رسیدیم به این نکته، حالا اکانت هم براتون بعدا میذارم. نگاه کنین، نگاه کنین های گرند گرفتن، دقت تیر منو دیدین، دیدین چقدر دمیجش کردم، رفته داره هیل میکنه. خب همچین جایی باید چیکار کنین؟ نگاه کنین کلستر دارم، دقیقاً کلستر هامو میندازم روی های گرند، نگاه دقیقاً اون نقطه‌ای که اونا هستن و همین باعث میشه که نگاه کن یه مقداری دمیج شدن. اوکی، و نگاه کنین یارای من اسموک هایی که میندازن اینجا، اگه اسموک نمینداختن جلوی من، منو به فنا میرفتم. نگاه کن اسموک ها، ببین هایگرند رو چطوری از اینا گرفتیم. اینا همه نکات بازیه رفقا، چیز میخواین پلیر خوبی بشین حتما از این نکات ریز باید استفاده کنین. نگاه کن این یکی رو زد ترکون، این یکی هم خودم میزنم، دیفند رو میکوبی تو صورتش، بوم اکو منم برداشته نامرد. نه اکو دراب نیست. آره اینجا امیر اسپی هم زدن، M13 دستشه فکر کنم. آره میریم راش میدیم و یه بار دیگه بلید رو براتون میزنم و این ویدیو رو به پایان میرسونم که حال کنین. فقط اینجا رو نگاه کنین رفقا، الان من یه نفر اینجا دارم با AK میزنم، حالا جلوتر میبینین، یه چند ثانیه جلوتر میبینین، یه نفر رو گرفتم روش دارم با AK میزنم. بلید سمت راست مپ خیلی دورتره، نگاه پشت اون سنگ است. اینو نگاه کنین، اینو من دارم میزنم، الان بلید اینو کیل میکنه. نگاه کنین این بلید اینو زد، بلید اینا اون پشت اون سنگن، حتی گان دراپ هم نداره. فقط دقت تیر اینو نگاه کنین. بلید how you steal my kill bro, you steal my kill. نگاه کنین بچه الان اینجا نگاه کنین، من نزدیکشون هم نمیرم. بلید معمولا SMG برمیداره، دوتا موومنت دوتا شات. یه دونه دنس هم میزنیم که حال کنیم، حالا این آخریشون هم پیدا کنیم و بزنیم و این بازی رو پایان برسونیم و بریم یه نکاتی در رابطه با اکانت بهتون بگم، یه سری چیزایی که اکانت روی خیلیاتون شاید دوست داشته باشیم، ببینیم که چه اکانتیه که من روش بازی میکنم. این آخریشون هم رو عواس بیا پایین بچه جان، بیا پایین، سرمون درد گرفت، بریم این اکانت رو نشون بدیم، بیا پایین زارت. خب این هم پایان این ویدیو، امیدوارم لذت برده باشین. یه دونه دنس پادشاهی هم براتون زدم که حال کنین. بریم حالا اکانت رو نشونتون بدم، بعد 16 تا کیل
چی شد دیگه؟ گوشیه واقعا ترکیده بچه، واقعا خیلی خستم و واقعا نمیشه دیگه با این موبایل بازی کرد. یعنی در این حد بعضی وقتا یه صدای بوغی میده اصلا، وقتی خیلی دیگه داغ میکنه اینا. اینم اکانت جدید منه که دارم روش بازی میکنم. اینم گاناییه که داره، یخی داره که اصلا واقعا تلاس، یه مقدار زیادی گان لجند داره، M4, ICR, KN44, FR. البته رو آل نذاشته بودمش من خنگ، اینجا ازش ویدیو گرفتم، ولی کلی گان لجند داره دیگه، اینجوری بهتون بگم. آره این نزدیک 21 گان لجند داره، مقدار زیادی گان لژند داره. و بریم اسکینا رو اینجا کاراکترهایی که انتخاب میکنم متوجه میشیم که چند تا گان لژند داره. حالا اونجا گانا رو دقیقا بهتون نشون نداده بودم رفقا، اگه هم دقت کنین زده بودم بهترین اکانت ایران، شاید همچین موضوعی زده بودم براش، یا بهترین اکانت جهانی همچین چیزی. ولی موضوع منظورم این اکانت نبود، اون اکانتی که زده بودم بهترین اکانت جهان، اکانت خودم رو زده بودم. و آخر سر پروفایل اکانتمو خیلی هاتون ازم خواسته بودین که پروفایل اکانتتو بذار. و رفقا با این پروفایلی که من دارم، میدونین هر کلنی توی این کال آف دیوتی موبایل من را میدن، فقط با همین یه پروفایلم هر کلنی توی این کال آف دیوتی موبایل باشه من را میدن، فقط یه عکس از پروفایلم رو بفرستم. با هر پلیر خوبی توی این کال آف دیوتی موبایل باشه میتونم بازی کنم، فقط با یه فرستادن عکس پروفایل اکانتم. هیچ ادعایی ندارم، واقعا هیچ ادعایی ندارم روی بازیم، ولی هر جایی که مثلا من بهم میگن آره نوبی فلان اینا، فقط یه عکس پروفایلم رو میفرستم و یه دیگه یه سکوت. یعنی هم خودم سکوت میکنم هیچی نمیگم، هم اون طرف دیگه هیچی نمیگه چون هیچی نداره که بگه. اینم کاراکتراش رو، فقط همه این کاراکترهایی هم که میبینین گان لژنداشو داره. و آخر سرم بعد از این که این کاراکترها رو نشونتون دادم، عکس اکانت خودم و پروفایل خودم رو میذارم که ببینین واقعا. حالا چند وقتی روش بازی نمی کنم، حالا ببینیم چی میشه. شاید یا دیوایس عوض کردم، یه رد مجیکی چیزی گرفتیم، شایدم یه آیپد، ولی احتمالا کمتر دیگه ویدیو بذارم چون هم واقعا خیلی لگم، چطوری بگم. آره دیگه اینم یک سره اصلا فری استایل اومدم واسه تون صحبت کردم، امیدوارم سرتونم درد نیاورده باشم. مانتاره هم سه تا داره، علی مستر گوگلی لپتو بکشه. اما علی مستر بچه خیلی فانی، بچه ویدیوهاشو نگاه کنین، اتوان خیلی ویدیوهای با حالی هم میذاره. اینم از این اکانت، اینم از این گلاید لجند و چتر لجند، و اینم از ایموتاش. اکانت شاخیه، خدای اکانت شاخیه. امیدوارم شما هم همچین رفیقای پیدا کنین. نه به خاطر این اکانت ها، کلن مثلا رفیق بامرام. خب الان بریم پروفایل اون یکی اکانت هم نشونتون بدم که رفقا با این یک جهان شدم، دو سیزن یک جهان بودم. نگاه کنین 11000 تا بازی، 9000 تا وین، 4500 تا MVP. دمیج رنج هم خیلی اومده پایین به خاطر این دیوایس هم. خب رفقا خیلی دوستتون دارم، تا ویدیو دیگه، کوچیکیم کوچیکی کوچیکی نا بترو.